سلام دوستان وقتتون به خیر باشه یه چیزی در ماجرای عملیاتی که ایران انجام داد در اقلیم کردستان پنهان مانده یا بهتر بگم که ها کمتر در باید صحبت کردن و اون هم موشکی است که در این عملیات مورد استفاده قرار گرفته موشکی فاتح 110 موشکی که کل بار این عملیات بر روی دوشش بوده من دو سه تا در خصوص این موشک خدمت شما عرض بکنم البته این رو جا داره داخل پنتز بگم که در طول سالهای قبل رسانه های یک ارائه میدن رسانه که با ما همسان نیستن درباره توان موشکی ایران بعد گذاشی که ارائه میدن داخلش یک تصویر بوده که این تصویر رتبه کرده موشکای ایران رو اومده گفته که بردشون چقدره توانشون چقدره بر اساس گزارشی که وزارت دفاع آمریکا ارائه داده یعنی چی یعنی وزارت دفاع آمریکا اومده بررسی کرده گفته که از نظر من رتبه بندی موشکای ایران این شکلیه اونا بر اساسش این تصویر ساختن که روی صحبتی من مشاهده می‌کنید در تصویری که مشاهده می‌کنید اگر بخوایم ایران رو موشکاش رو از یک تا هش تقسیم بندی بکنیم که البته این دقیق نیست این چیزی که اینها دادن خیلی نادقیقه ولی اگر بخوایم از یک تا هشت رتبه بندی بکنیم میگه موشک فاتحی که استفاده میشه در این عملیات رتبه هفته نیست شما تصور بکنید مدل های بالاتری که ایران داره و اون چیزهایی که ترجیح داده فعلا بهش اشاره نکنه اونها چه توانی برای مقابله با دشمنان ایران و ضربه زدن دارن به هر این موشکی است که در این عملیت استفاده شده فکر کنم دقیق اگر بخوام درباره موشک براتون صحبت بکنم یا یک چیزی بگم که موشک رو به معنی واقعی کلمه به شما معرفی بکنه باید اشاره کنم به اسرارزرهای یوزیرابین مسئول یا بگم پدر صنعت موشک رژیم سیونسی فردی که به اصطلاح خودمون وقتی موشک فاتح 110 رونمایی شد یک جمله گفت که اون جمله خیلی معروفه گفته بود که من دشمن آنها هستم اما به احترام توان موشک ایران کلا از سر بر می‌دارم. این برای زمانی که ایران از موشک فات سرده استفاده کرد چند تا نکته رو هم در خصوص موشک بگم شاید برای شما جالب باشه نکته اول این که چندین عملیات رو ایران تا الان با این موشک انجام داده از سال 96 به بعد عملیات های برون مرزی ایران از طریق فاتح صدده انجام شده یه جمله دیدم توی پایگاه های خبری درباره موشک گفتن که برام خیلی جالب بود و اون جمله بود که وقتی از سال 96 بعد شما مدام نگاه میکنی هر کجی که ایران ضربه کاری خواسته بزنه سراغ های بالاتر خودش نرفته از فاتح 110 استفاده کرده یعنی فاتح از نظر ایران به ستون فقرات نیروهای مسلح ایران در حوزه موشکی تبدیل شده و کار اصلی رو این داره انجام میده ایران ترجیح داده که فعلا روی این بستر و روی این توان سرمایه‌گذاری کنه برای اولین بار در سال 96 از این موشک استفاده میشه زمانی که داعشیها حمله میکنن به مجلس شورای اسلامی اون ماجرایی که فکر میکنم همه در ذهن دارن و از این موشک در عملیاتی علیه دایشی در شرق سوریه استفاده میشه و فاتح این عملیات رو انجام میده برای دومین بار اگر اشتباه نکنم در عملیات مربوط به باز هم حمله علیه, س... علیه, دایشی ها بوده زمانی که اینها در سال 97 در شریبه 97 عملیت رو انجام میدن و در بخشی از این عملیات تعدادی از هموطن ما در سیدکوم شهری بر جان خوش رو از دست میدن باز دوباره اینجا ایران یک عملیات رو انجام میده عملیات علیه, علیه یک پایگاه در شرق سوریه بوده که اون عملیات رو همین موشک فاتح انجام میده و این حتی جالب بهتون میگم عملیاتی که در اون بازه زمانی انجام میشه در نزدیکی یکی از پایگاه های آمریکایی بوده یعنی موشک به جایی اصابت میکنه که اونجا برای داعش شده ولی نزدیک پایگاه آمریکا بوده یعنی یک کاملا مسالمت آمیز اینا در سوریه با همدیگه دارند این داره خوش خیلی جالبه من یه نکته یعنی رو تو فکر کنم قبلا خدمت شما عرض کردم ولی جا داره دوباره یادآوری بکنم زمانی که آمریکا به عراق حمله میکنه و کشور کناری ما رو اشغال میکنه یه اتفاق رخ میده که حالا اون موقع خیلی رسانی نشد خیلی در فضای کشور ما هم نپیشید یعنی خیلی درش بحث نشد و اون اتفاقی این بود شما نیروی مسلح تو رفتید در مرز کردی ارتشت آماده است سپاهت آماده است برای اینکه اگر به اصطلاح خود آمریکا خاص نگاه چپی به بکنه تو هم بتونی از کشور خود دفاع بکنی و نیروها در مناطق مرزی هستن همه تقریبا آماده باشن تو اون شرایط اون کسانی که در قصر شیرین بودن تعریف میکنن میگن که یک موشکی رو آمریکایی ها به منطقه مرزی در نزدیکی قصر شیرین نه به این سوی مرز یعنی تو خاکمانه تو همون خاک عراق شلیک میکنن موشکی که زمانی که به زمین اصابت میکنه صدای اون رو خیلی ها در قصر شیرین میشنوند اون کسانی که این ماجرا رو روایت میکنن میگن ایر... آمریکا اونجا میخواست وضع خودش رو یادآوری بکنه من اومدم من اومدم در منطقه حضور پیدا کردم توی عراقم و حالا دیگه دنیا دنیای منه کارایی که میخوام انجام بدم سالها گذشت سالها گذشت و اون ماجرا در اذهان ماند که آقا تو حرکتی که انجام دادی این بود یعنی تو کاری که انجام دادی این بود که وزن خودت رو شلیک این موشک اومد من یادآوری کرد این با تلافی بشه من نمیخوام یه ماجرا که غرب سوریه ببخشید در شرق سوریه علیه داعش ها اتفاق افتاد این ماجرا بوده ها یعنی پاسخی به این قضیه بوده ولی میخوام بگم که ببین ما از کجا به کجا رسیدیم یه موقعی برای اینکه وزن خودشون رو به ما نشان بدن موشکای میزدن این موشکای از نزدیکی مرز ما به زمین اصابت میکرد که برای مثال از نگاه اونها نیروی مسلح ما رو تحت تاثیر قرار بده سالها گذشت در شهریور 97 ایران پایگاه ها در نزدیکی در نزدیکی پایگاه آمریکا رو مورد قرار داد. یعنی حالا ایران به نقطه رسیده که اون مشخص میکنه که آقا وزن من دستت باشه من اگر بخوام ضربه بزنم این شکلی ضربه بزنم صداشو توی پادگان چنیدی شیشه های پادگان لرزید دیدی من کیم حواست به خود باشه سالها گذشت بعد از ماجرای شهری و 97 باز دوباره یک عملیات تروریستی انجام میشه این عملیات رو نیروهای تزیه طلب کرد در داخل کشور ما انجام میدن تزیه که بعد جالبه تو عملیاتی که انجام دادن برای مقابله با حاکمیت ایران 10 تا رزمنده کرد رو اینها به شهادت رسوندن اصلا نکردن از یک جای دیگه این کار رو انجام بدن که بعد اینکه تاکید میکنن که بر هویت کرد بودن و در جهت دفاع از این هویت دارن کار میکنن واقعی به نظر اون ده نفر که این یعنی ماجرا به شهادت رسیدن متأسفانه از هموطنهای کرد ما بودن ایران یک عملیات تعریف میکنه در این عملیات یک مرکزی رو در اقلیم کردستان عراق در شریبه 97 مورد هدف مورد اصابت قرار میده 15 نفر از نیروهای کادر رهبری حزب دموکرات در آن ماجرا به هلاکت میرسند و جون خودشون از دست میدن اونجا هم موشک فاتح موشکی بوده که عملیات رو انجام میده کمی میگذره در سالهای بعد در دی ماه 98 بعد از ترور فرمانده ایرانی ایران عملیاتی رو تعریف میکنه علیه یک پایگاه آمریکایی در عراق عین الاسد ماجرا که به شدت در اسان ماند و یک کار اساسی رو علیه ها, ها بعد از سالیان سال رقم زد یعنی حرکتی رو زد که هیچی از سردونی دنیا جرأت انجام دادنش نداره حرکت مستقیم و ضربه مستقیم و سریح به پایگاه ها, ها که این ماجرا هم از موشک‌های از خانواده فاتح درش حضور داشتن عملیات رو انجام میده که عکس‌ها و فیلم‌ها و قدرت تخریبش رو فهم کنم همه دیدیم و دیگه خیلی نیاز به توضیح نداشته باشه نکته جالبی که من دیدم رسانه بهش اشاره این هست که الان ما در شرایطی رو هم صحبت میکنیم که بعد از داعشی ها بعد از تجزیه طلب ها بعد از آمریکایی ها حالا سو... به خودمون سوزن میخواستم بگم دیدم درست نیست صابون فاتح صابون فاتح بتن صحیح انسان هم خورده در عملیاتی که ایرانی ها در اقلیم کردستان عراق انجام دادن و این تازه بخش کوچکی از توان نیروهای مسلح ایرانی که این شکلی داره در نبردهایی که لازم هست نقش میکنه ایران توان بسیار بالاتری داره اون که در داخل نیروی مسلح ایران در حوزه موشکی انجام شده خیلی فراتر از این حرف من فقط داخل پنتیز بگم وقتی ایران از فاتح برای شما میگم گزارش اخیرا به شما ارده دادم دیدید احتمالا زمانی که مادن ما روس ها رو به چالش بکشن گفته بودن که تو یک موشکی رو استفاده کردی برای اینکه بری باند فرودگاه های اوکراین رو بزنی و یه کاری بکنی که نتون از این باند فرودگاه استفاده بکنن دمتم گنباری کلا نزدیکش هم زدی ولی خب پنیمت با باند فاصله داشته اگه میخوای حرفه ای تر کار بکنی برو فاتح 110 از ایران بخر برو این موشکای فاتحی که در ماجرای عین الاسد اومدی ایفای نقشه و دقیق شلیک شد اونها رو استفاده بکن من دقت نظر این ها منظورم هست که این قضیه اشاره میکنم چون توی ماجرای به اصطلاح خودمون شلیک علیه عین الاسد ایران جاهایی رو زد که آشیانه پهپادها بود تو این قضیه اگر شما میخوای ضربه اساسی و حد اکثری بزنی باید بتونی به اصطلاح خود اون دقیق ترین و مرکزی ترین نقطه رو بزنی که تصاویر نشون این دقیق اتفاق افتاده یادم بعد از اون ماجرای گزارش نمیشه شد در اون گزارش اشاره کردم به اینکه چیزی که فاتح رقم زد و نیروهای موشکای خانواده فاتح علیه عین الاسد رقم زدن این رو اثبات کرد که اگر ایران به این جنبندی برسه که در یک نقطه در دوردست میخواد یه هدفی اندازه پهپاد رو بزنه میتونه بزنه این خیلی ها یعنی شما به دقتی رسیدی که اگر لازم شد میگی در این ابعاد میخوام مشکم چیزی در این اباد رو بزنه گفتن که این موشک میتونه انجام بده یکی از بهترین های ایرانه یکی از بهترین های دنیاست خیلی ها در آرزو هستن که این رو داشته باشن ولی خب الان وقتی در باش صحبت میکنیم این بزرگوار جوکه در مقابل چیزهایی که داریم در داخل نیروهای مسلح خودمون و رسانه‌ای کردیم و رسانه نکردیم واقعا یک جوک شبیه هست چرا که توان ایران خیلی بیشتر از این هاست من نکته دیگه ندارم سعی کردم یک روایتی به شما ارائه بدم از جاهایی که فاتح اومده ایفای نقش کرده و کمک کرده باری رو در ضربه زدن به دشمنان ایران به دوش بکشه اگر موافق باشید چند تا پیام میخوام برای شما بخونم یکی از دوستان در پیام خوشون نوشتن که نوشن که دکتر جان سلام و ارادت من البته دکتر نیستم من برنامه سازم برشت گفته بمبای دهتانی که گفتیم مخصوص عراق بود یادش, یادش نمیدونم بگم به خیر یا چی اما من اون زمان در منطقه سومار و نفشهر بودم مخصوصا یک مدتی حدود 17 هجم و پشت سر هم در یک پایگاه در منطقه سفر مرزی در پایگاه های سنگری بودیم که انقدر دور بودیم ماشین غذا نمیتونست برام بیاره غذا برسونه و هفته یک بار جیره خوش برام میومد توضیح تو داده بعد در نهایت گفته که بمب های دهتونی که اون زمان آمریکا به عراق میزد سنگرهای ما رو میلرزون البته فکر بمب دهتونی رو فقط در افغانستان یه بار استفاده کرده فکر میکنم چون من که یادمه اون موقع خیلی ماجرا سر صدا کرد میگفتن که اولین باری داره همچین چیزی استفاده میکنه حالا باز من به شک افتادم به خاطر نکته که شما گفتین بعد از این گزارش باید برم دوباره بخونمش بعد گفته که سنگرها رو میلرزون که البته با عراق ما فاصله زیادی نداشتیم و پیاده نهایتا یک ساعت راه بود اما از روی تپه های دود و گرد و خاک ناشی از بمب ها رو بعد از این قضیه میتونستیم ببینیم و اومده اشاره کرده به این که از دو تخریبش رو میتونیم ببینیم واقعا وحشتناک بود برامون و میگفتیم خدا به داد اون زن و بچه های داخل شهر برسی که الان اون بمب ها توی محله اونها خورده و خدا میدونه چه بلایی سرشون اومده فرمانده ما مرتب برای بازدید و بررسی پایگاه های دور مثل ما می اومدن چون اون زمان همش منتظر بودیم که بعد از عراق نوبت ماست و هر منتظر تک آمریکایی ها بودیم و اسلحه مسلح به زامن زیر سر میخوابیدیم که مبادا غافلگیر بشیم اما حرف از بمب های ده من رو برد به اون روزها که انگار. همین چند وقت پیش بود خدا نصیب نکنه واقعا وحشتناک بسیار ممنونم از پیامی که برای ما فرستن به هر جد نکته که ایشون اشاره کردن جنایتی هستی آمریکایی‌ها ها در عراق در طول این سالها انجام دادن بله از یک بازه زمانی که موشک شلیک میکردن در نزدیکی ما و سنگرهای ما رو میلرزاند رسیدیم به نقطه‌ای که ما عین الاسدش رو میزنیم نه که سنگرهاش بلرزه خود پایگاهاش رو میزنیم مورد هدف قرار و در منطقه خلیج فارس در آبهای خلیج فارس هر کجا گستاخی و خجمی در مقابلش ایستادیم و داریم به گردن مزاحمی که به منطقه ما پاسخ میدیم امیدوارم خداوند توان یاران ما رو بیشتر بکنه توان اون کسانی که در منطقه در کنار ما ایستادن رو بیشتر بکنه مهر ما رو در دل ملت ها بندازه و محبت رو بین ما و یاران منطقه ما بیشتر بکنه کمک بکنه که در مسیری که تعریف کردیم جانفشانی داشته باشیم و دشمنانی که علیه ملت ها دارن تلاش میکنن منافع اونها علیه ملت هاست منافع اونها در اینه که کارهایی که اون کارها به ملت ها ضربه بزنه اینها سرنگون بشن و از مسیری که در پیش گرفتن باز اونن یک دوست دیگری دیگر در پیامشون گفتن که آها گفته که این حمله به آرامکو رو بگین آقای جلال از اردبیل من گفتم یه گذاشت دیروز در باش ارائه دادم حتما ببینید و یکی دیگه از دوستان در پیامشون گفتن که من وقت من واقعا شبنامه ها دوست دارم و خیلی نمیتونم از طریق فیلتر شکن استفاده کنم چون خیلی سرعت نتم بالا نیست واتساپ گروهی نداری چون راحت ازتون تشکر کنم سلام اتفاقا موضوعی که برام خیلی مهمه این هست که در هر نقطه‌ای که میتونیم در حد توانمون به همه محتوا رو برسونیم یعنی توی فقط پیام خارجی نه یوتیوب نه واقعا در لحظه که در یوتیوب داره منتشر میشه ما توی تلگرام داریم منتشر میکنیم حتی شبنامه ما توی تلگرام زودتر از یوتیوب میره و توی واتساپ به همین شکل فورا منتشرش میکنیم توی واتساپ البته نه توی ایتا و توی رسن فارس زبان هم هستیم ولی خب واتساپ صفحه نداریم اگر در ایتا در پیام رسانه داخلی چون فیلتر کن میدونن برای بعضی از دوستان مشکل هست سرعتشون پایینه یا میخوان کمتر از این پرداخت بکنن از ایتا میتونید استفاده بکنید از ایتا میتونید استفاده کنید اونجا به طور کامل این داره بارگذاری میشه آدرسش کجاست توی همین کپشنی که دارید مشاهده میکنید توی کپشن آدرس ها هست و میتونید از طریقش برنامه ما رو اونجا ببینید دوست دیگری گفتن که خواهشان از برام دعا کنید به چند مشکل از سیار خودم محتاج دعای شما هستم برای رفع مشکل و گرفتاری ها خواهشان برام دعا کنید ممنونم از پیام دوست عزیزی که این رو فرستاده های از این دست میبینم این روزا پیم های از این دست کمویش میبینم رفقای فرستادن و اشاره میکنن به ناراحتی هایی که دارم به خصوص بعضی از رفقا کسالت هایی که به واسطه این بحث کرونا و این بیماری اونها رو درگیر کرده امیدوارم این مشکلات برطرف بشه و امیدوارم که همیشه بهترین ها پیش روی دوستان من باشه از خدا میخوام در لحظه که احساس میکنید دچار گرفتاری شدین به شما عنایت بکنید که بتونید با کمک صبر مدیریتش بکنید و بعد به این نقطه برسید که با لبخند بگید که عجب روسه عجب غریب بود گذشت رو و یادش بکنید فقط زودتر بگذارید بتونید بعدا با لبخند مرورش بکنید دوستان عزیز ما این فایل صوتی رو آماده کردیم برای اینکه انتهای این ویدیو اضافه بشه و درخواستم این هست که چند ثانیه با من همراه باشید نکته که من خدمت شما عرض بکنم و میدونم اگر مخاطب قدیمی ما باشین در جنش هستین این هست که ما هر ماه یک هفته تبلیغات مالی داریم البته پایان سال کل تبلیغات مالی ما در سه روز انجام میشه حمایت مالی که داریم جمع میکنیم کاری که داریم پیش میبریم و چالش هایی که داریم مدیریتش میکنیم در حوزه مالی همش از همین طریق من درخواستم از شما این هست که حتما از ما حمایت مالی داشته باشین از طریق بنری که دارید مشاهده میکنید کمک بکنید که بتونیم با قوت این کار رو پیش ببریم بسیاری از سازمان ها و نهادها امسال طبیعتا به بهانه جهاد تبیین بودجه خودشون رو بیشتر کردن ما کاری که داریم پیش ببریم با همین حمایت هست پس لطفا اگر از مدل کار ما خوشتون میاد و احساس میکنید که همچین مسیری باید ادامه پیدا بکنه حتما از ما حمایت پیدا بکنید ولو یک ریال ولو یک ریال حمایت بکنید که با قوت کار خودمون رو پیش بریم نکته دیگه ندارم خیلی مخلصم وقتتون بخیر